عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه قانون جنجالی را که دست دولت را برای کنترل بیشتر دستگاه قضایی باز می‌کند امضا کرد. بر اساس قانون جدید وزیر دادگستری که از اعضای کابینه است قدرت بیشتری در انتخاب قضات و دادستان‌ها خواهد داشت. پیشنویس این قانون پس از آن نوشته شد که حدود 2 ماه قبل شمار زیادی از بازرگانان سرشناس که به دولت و نخست وزیر نزدیک بودند به اتهام پرداخت و دریافت رشوه بازداشت شدند. این اتهام‌ها چند روز قبل پررنگ‌تر شد زمانی که یک مکالمه تلفنی منتسب به رجب طیب اردوغان منتشر شد و در آن به گفته مخالفان او با پسرش بلال درباره مخفی کردن مقدار زیادی پول نقد صحبت می‌کنند. نمایندگان مخالف دولت این مکالمه را در صحن پارلمان پخش کردند. روز چهارشنبه صدها نفر از حامیان یکی از احزاب مخالف با در دست گرفتن دسته‌های اسکناس یوروی تقلبی علیه نخست وزیر شعار دادند و خواهان استعفای او شدند.